من قدس عمرك قتلك مجانين هنگامی وارد گشتن به خانه موزه حاجی عبدالعزیز عبدالرسولوی سمرقندی به گوش آواز فارم استاد صنعت حاجی بابا می رسد. اینجا حولی یکی از بزرگترین حافظان عصر گذشته، آهنگساز، سراینده مشهور و داننده معروف موسیقی شش مقام، حافظ مردمی جمهوریت ازبکستان حاجی عبدالعزیز عبدالرسولوف بوده، اهل صنعت عالمی استاد صنعتکاران را همچون حاجی عبدالعزیز سمرقندی نیز اعتراف و احترامشان میکنند. حاجی عبدالعزیز سمرقندی سال 1854 در سمرقند در آیله کاسب هنرمند عبدالرسول به دنیا می بیاید. اون کس در طول حیات خود دو بار حج به می روید. من در اینجا یک واقع عجایبی که رخ زده بود گفته دادنی هستم. آخرهای عصر 19 همه حاجی ها در بخارا جمع شده بعدی مروزه امیر عبدالعهد خان بعد سفر حج می کردن. همین طور حاجی عبدالعزیز بخارا رفته به قطار حاجی ها مروزه امیر خانگری بخارا عبدالعهد را گوش میکنند. بعد همین همه حاجی ها کفکوبی کرده امیر را بسیار تعریف و تفسیف میکنند و امیر بعد مروزه است به طرف ارک میروند. همینجا قریب 200 قدم موندن به حاجی عبدالعزیز دو تاری خودشون را گفته سرودی دوست خداییم، یعنی حاضر به گل زاریم دوست خداییم را می سرایم. امیر عهد خان استا عاقب به گشته همین طور می شود که نزدی حاجی عبدالعزیز آمده می مونند. همین طور به تحصیلات و بروی داده می شوند که ناخواست همون جامعه زهرشون را گرفته با کیفتی حاجی عبدالعزیز پرتفتگی بودن نرخ آن 10,000 تیلوی بخارا بود. این بسیار مبلغی کلان بود. توفه امیر را بروخته با خانشان میفرستن نسبش را صرف خراجات حج به صرف میکنن. حاجی عبدالعزیز عبدالرسولوف در راه احیای شش مقام نقش کلان دارند. سرودهای گل ازارم، بی باکچه، چپانداز نوا، اشاق سمرقند، باغ گلها و صدها دیگر سرودهایشان مشهور جهان گشته است. Qila boshlading menga zulmi kim dovda Stameti jabru jafolaring Kim vafoga va'dalar ayla bonur gullamano Qani va'dalarga vafolaring Hoji boya asarhoson bisyor asarhosonamon har chiqa targ'ib kunim bisyor navigaro bromdan migrat اینجا دام موزه ما با اثرهاشون ما خونده حاضر دیسیم بسیار اثرهای این کس نویستگی بودین لیکن ناتوری ترغیب شده است ما اینه جاش جاش ماندگی ما در کار جا گفتم قاقان شاقی کی قاقان شاقی فهمدگر این از وادی برامدگی اشوله میگون لیکن اصلاش اینه حاجی بای خواهشان سی دیو امسال خوندگی ایجاد کردگی و شاگردشان قاری سراج بسیار مرکه با همین سروده بسیار میخوندگی همین قاقان شاقیه این سانی با وادی با اینه مامور جان زاکوف جره خان سلطانوف قاری ایباد و همین جور با ایباد شرافوف اینو بسیار خواندن با نامی مردم با نامی خلقی همون وای با ازبکستان هم این شاقی قاقان شاقیه وادی با ایجاد شدگی وادی که حافظ ها بسیار خواندن لیکن محصولاتی وادی شده مندگی لیکن اصلش این حاجبه اثرشون به مبالغه میتوان گفت که اکثر از صنعتکاران جهانی حاجی عبدالعزیز سمرقندی را استاد خیش میدانند. آرتیست خلقی اسسر جورابیک مرادوف نیز در ردیف این حافظان بوده. سال 2020 هنگام تشریف به سمرقند یک چند مراتبه به خانه موزه مذکور آمده زیارت کرده رفته بودند.
در خانه موزه حاجی عبدالعزیز سمرقندی موادهای زیاد آید به حیات و فعالیت، واقعه‌های حیاتی آید به پرقوتی آواز و قوه حافظه استاد، کارهای سخاوتمندی و غیره های بستکار موادهای گوناگون گرد آورده شده است. معلومات درباره آیله و فرزندانشان نیز برای شوقمندان و عموماً هواداران صنعت و مخلصان استاد موجود است. کتابی که به دست من استاده است، این درباره حافظی بزرگ خلقهای تاجیک و ازبک حاجی عبدالعزیز عبدالرسول می باشند. مؤلف این کتاب پدری من هستند، امین جانک شریف زاده می باشند. 1998 سال به زبان ازبکی این کتاب بچه ها برامده بود. وقتی که حافظی خلقی استر جلبک مرادوف تشریف کردن، پدری ما این کتاب رو یک نسخه با جلبک مرادوف تقدیم کردن. اون کس فتن که امین جانکه همین کتاب رو به زبان تاجیکی چاپ شود بسیار خوب میشود. پدری ما همین کتاب رو به زبان تاجیکی ترجمه کرده شدن 1998 هشتم سال، لیکن ماهی ینوری 1998 از اولم گذاشتم، حرکت کردم، همین کتاب رو یافته گرفتم، کتاب رو به چاپ دادم. من 2020 سال همین کتاب روی چاپ رو دید. میبعد ما در برنامه هایمان آید به واقعه و حادثه های شوق‌آور حیات حافظ مردمی حاجی عبدالعزیز سمرقندی در باب های علاهیده مواد های پرمحتوا آماده نموده به دقت شما بیننده و شنوندگان شبکه صدا و سیمای سمرقند حواله خواهیم کرد.